ما کنفرانس کنفرانسی که امروز در شهر استکهلم برگزار شد در حقیقت بعد از اعتراضات گسترده مردم در ایران بود و میتونه سایه اون اعتراضات حتما تو این کنفرانس هم هست. فرصت زیاد به ما ندادن راجبون حرف بزنیم، ولی جمهوری اسلامی خودش گفت که خدا ما را نجات داد و گفت زنا در موارد زیادی نقش لیدری بازی میکردن. من اجازه میخوام از طرف شما به از طریق همین رسانه یا رسانه هایی که دارین پخش میکنین به شما زنان آزاده در ایران، به شما مردم آزاده ایران درود بفرستم و بگم صدای اعتراض شما را دنیا شنید. تمام رسانه های بین المللی راجع به حرکت شما حرف زدن و فهمیدن که داستان فقط اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین نیست. شما حکومت اسلامی را نمیخواید و شما واقعا اومدید که زیر و رو کنید ایرانو. صدای اعتراض شما را مردم دنیا شنیدند و مردم دنیا فهمیدن شما نرفتید تو خیابان که برگردید عقب. شما نرفتید تو خیابان که بگید دوره قبلی بهتر بود چون کمتر اعدام میکردن. شما نرفتید تو خیابون که دوباره گذشته را به شما بفروشن. شما رفتید تو خیابون برای که 40 ساله دارید مبارزه میکنید. آلترناتیو شمایید که تو تمام مشکلاتی که وجود داشت، مسئله زنان، مسئله فقر، مسئله نابرابری، آزادی بیان و غیره و غیره، اینقدر مبارزه کردید لحظه لحظه و اونا رو عقب روندید و یاد گرفتید. جامعه ایران خیلی جامعه سیاسی آگاه و به نظر من به شدت چپه. جامعه ایران میخواد زیر و رو کنه. قرآن آتیش میزنه برای اینکه بگه زندگیمو به گروگان گرفتن اینا و الان دیگه اینو نمیخوام. اجازه میخوام از طرف این جمع که اینجا نشستن به شما مردم آزادی ایران درود بفرستم، بگم صدای شما رو مردم شنیدن. ما میریم تو خیابون های تمام دنیا، واقعا این مبارزه باید ادامه پیدا کنه. وقتی بریم تو خیابون پاهامون رو محکم بزنیم زمین، در وزارت امور خارجه ها باز میشه تا من نوعی برم اونجا بگم که تمام کنید این مماشاتو با جمهوری اسلامی. سفارت خونه هاشو ببندید، اونا آدم میکشن، اونا جانی هن. اونا به مردی که میره جلوی دوربین میگه دو تا بچه دارم گرسنه‌شونه شلیک میکنن. ما با این حکومت داریم مبارزه میکنیم و به نظر من یه بخش مهم مبارزات ما بین المللیه. دست کم نگیرید. امروز ما ملاقات کردیم، دست کم نگیرید این مسائلو. همین فردا میرم پارلمان آلمان و پارلمان های دیگه به خاطر اینکه شماها تو خیابونید درو باز میکنن، ما را میپذیرن. ما نماینده تغییر و تحول عمیق جامعه ایران هستیم. من نوعی موهامو سفید کردم، در این راه 40 ساله داریم مبارزه میکنیم. آلترناتیو ما ایم و باید حکومت اسلامی سرنگون بشه برای آزادی مطلق، رفاه مطلق، برابری مطلق و حقوق مطلق زنان. زنده باد مبارزات شما.